بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. بنابراین این نکاتی که خدمتتون عرض کردن بخشی از صحبت‌هایی است که به عنوان یه تجربه که خود منم تو این پروسه سهیم بودم، نقش بسیار جزئی البته چون در حال به عنوان روشنفکر از همین روند پیروی کردم و با هم ایدئولوژی متصل شده بودم و همین اشتباه رو مرتکب شدم. خب این زمان کشید، ولی توقع این است که اون کسایی که در زمان انقلاب به قول آن رو چهار تا پیرهن از ما بیشتر پاره کرده بودن یا خوش کرده بودن، انتظار می رفتیم اونها بتونن پیش قراول باشن، برای کسایی که تجربه 28 مرداد داشتن، کسانی که حتی از درون جنبش های مدنی و سیاسی دهه 1320 ایران بیرون اومده بودن، جبهه ملی مثلا توقع بود. اینا هیچ کدوم از این تجربه رو چون نمیبینید که اینا مثلا چون نگاه میکنید تمام سران جمهوری اسلامی در بس رفتن در خدمت خمینی قرار گرفتن و توجه نکردن که مثلا بختیار داره چی میگه و حرف. خب بختیار بعدن متوجه شدن که او راست میگفت، او درست، او شناختش از روحانیت بیشتر از سنجابی و دیگران. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. این هفته نیز در پی تلاش 100 سال ملت ایران به مسائل رژیم حاکم بر کشورمان میپردازیم، مسائلی که با رجوع به آن شناخت بیشتری از موقعیت کنونی ایران به دست میدهد. شما بهتر میدانید که بالاخره پس از 12 سال بحث رژیم تهران با غرب، یعنی 5+2 که البته اصلش 5+1 است و آن یکی اضافه شده، حکومت اسرائیل است که در این نشست های خسته کننده حضور نداشته ولی سایه سنگین بر این توافق هسته‌ای داشته است. البته علتش هم واضح است، دولت های غربی مایلن توان اتمی جمهوری اسلامی را کاملا ضعیف کنند، ولی به دلیل اینکه رژیم تهران هر آن بر از بین بردن کشور اسرائیل تاکید می کند، طبیعی است که قوم یهود که هزاران سال مورد ستم قرار گرفته و در قرن 20 هم دوران سیاه هیتلری را پشت سر گذاشته، دیگر دست روی دست نمی گذارد که 4 پاسدار جمهوری اسلامی مرتب تهدید به نابودی اسرائیل بکنند. به هر حال در امضای توافقنامه 3 دیگر 5+1 با رژیم تهران، امضای نامری آقای نتانیاهو هم خواهد بود. اما همه این گرفتاری ها از کجا آب می خورند؟ به باور من رژیم تحمیلی تهران پس از 36 سال اعمال سرکوب و کشتار دیگر اندیشان به اجبار پا به صحنه جهانی گذاشته و با پرداخت هزینه های گزاف برای جلوگیری از تحریم های خانمان برانداز جام زهر را نوشیده است و این زهر کشنده گریبان جناح‌های حاکم را آلوده کرده و به همین دلیل است که می بینیم سردبیر کیهان تهران رئیس جمهور را مادر مرده می نامد و یا صندلی ریاست مجلس خبرگان را از زیر پای آقای رفسنجانی می کشند و حتی فرزندش را که چندی پیش دادگاهی کرده بودند به 15 زندان محکوم می کنند. همه اینها دلیل نوشیدن کاسه زهریست که از چندی پیش آثار طعم کشندهش را جناح‌های مختلف تمامیت خواه حس کردند. در ارتباط با درگیری این گروه های حاکم و قدرت طلب، امروز می نشینیم پای صحبت دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه در جنوب کالیفرنیا. آقای دکتر علمداری، در همین روزهای پایانی سال 1393 دیدیم که پسر رفسنجانی به زندان محکوم شد. این چه علامتی است؟ خب نکته اول این که جمهوری اسلامی سیاست گروگان کشی داره و محکوم کردن مهدی هاشمی پسر رفسنجانی به معنای این است که او باید حواسش رو جمع بکنه و حواسش به این معنا جمع باید بشه که رفسنجانی در سال گذشته یا در 2 گذشته یا حتی پیشتر از اون، از سال 1388 که جنبش سبز آغاز شد، یه سیاست جدید رو نسبت به
جامعه، نسبت به جهان، مردم پیش گرفت. او در گذشته آدم بسیار مخربی بود، جز همون گروه های حاکمی بود که همون سیاست 30 سال گذشته رو ادامه داده بودن، ولی او به این نتیجه رسیده بود که این وضعیت دوام پیدا نخواهد کرد. بعد شروع کرد به نقد کردن و رو آوردن به اصلاحات. حالا در این ماجرای آخر که رقابت به نظر می اومد که پنهان ولی کشنده‌ای در اشغال کرسی ریاست مجلس خبرگان بین چند نفر ایجاد شده بود، یکی از این آدم ها رفسنجانی بود. با توجه به این اقبالی که در 2 سال گذشته جامعه از او کرده بود وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، و تصور بر این داشت که این همون اقبال در درون این تعداد 74-75 نفری که 73 نفر البته حضور داشتند که 84 نفر باشند وجود داره، ولی توجه این امر نکرد. اون جامعه است، این 83 تا آخوند بسیار سنتی عقب مانده متعلق به گذشته هستند، اینا اون نیستن. این یک گروه منتخب شده یا منتصب شده ای هست از خود این آدم ها برای محافظت از نظامی که ولایت مطلقه فقیه در رأسش باید باشه و حکمرانی بکنه و قانون رعایت نکنه، منافع مردم ایران رو در رعایت نکنه، فقط منافع گروه خودش رو و همینطور ابزار نظامی و زندان و دادگستری در خدمتش باشه که در جامعه بتونه تحکم بکنه، رعب و وحشت ایجاد بکنه. رفسنجانی در واقع بین این دوتا تفکیک حال نشد، یا کسایی که به رفسنجانی مشاوره میدن اینا رعایت نکرد که این نهاد خبرگان جامعه ایران نیست، نماینده جامعه ایران هم اصلا نیست. این یک گروهی هستن همه به اصطلاح مجتهد هستند و اینا نماینده مردمی که غیر مجتهد هستن و زندگی عادی میخوان بکنن، اصلا با هم که فاصله اونم میدونه چه پروسه‌ای تبدیل شدن به نماینده مجلس خبرگان. این عدم تفکیک یا عدم شناخت دقیق بین جامعه و مجلس خبرگان سبب شد که رفسنجانی وارد رقابتی بشه با نیروهایی که با سیاست او کاملا مخالف هستن و سالهای گذشته نشون دادن که سیاست رفسنجانی رو دا حد حذف رفسنجانی پیش بردن و اجازه مثلا ندادن در نماز جمعه سخنرانی بکنه یا نماز انجام بده، کارهای از این قبیل. بنابراین چون نگاه میکنید میبینید که بلافاصله بعد از اینکه انتخابات مجلس خبرگان پایان میپذیره، داستان دادگاه مهدی هاشمی که سالها طول کشیده و همش در رفت آمد بوده که بدونن که بخواد چه کار بکنن، با یک حکم سنگین 15 ساله و البته چیزای دیگه هم در کنارش هست، ولی محکومیت از کار غیر ذالک، در واقع بخوان به رفسنجانی پیام بفرستن که عمر سیاسی تو پایان پذیرفته، تو دیگه نقشی نداری مگر اینکه بیای زیر حاکمیتی که ما بهش معتقد هستیم تام اونجا قرار بگیری، اونجا تو میتونی نقش ایفا بکنی. اگه بخوای سیاست اتخاذ بکنی که این روند رو تغییر بده، همین هست که به سرت خواهد اومد. بنابراین به نظرم میاد که پیامی که رفسنجانی در آخر عمرش گرفته پیام بسیار بدی هست برای او و خانوادش و کسانی که با او همراهی کردند و یک واقعیتی برای جامعه نشون میده. به نظرم اون خیلی ارزشمند هست و جامعه ایران باید به این پی ببره که با انتخاب حتی رفسنجانی با وجود ساختار قدرت سیاسی ولایت مطلقه فقیه و ارگانهایی که زیر رهبر او هستند و قانون اساسی کنون جمهوری اسلامی امیدی به تغییر دموکراتیک نباید داشته باشند، مگر این ساختار عوض بشه. تا زمانی که این ساختار موجود هست، اینا اسلحه دستشون هست، پول دستشون هست، دادگاه در اختیارشون هست، رسانه ها در اختیارشون هست، مساجد و شبکه ها اینا هستن که مردم دائما دارن خرافاتی و خرافاتی تر بار میارن. چون اگر در ارتباط باشید با مردم عادی در ایران که من هستم، از طرق مختلف با اینا در ارتباط هستم، میبینم مردم جوان هایی هستن که زیر تحت نفوذ و تاثیر اینها بسیار خرافاتی شدن و اینها دائما این رو دامن میزنن که مردم خرافاتی بشن و این خرافاتی شدن در خدمت همون سیاست مثلا نظام ولایت مطلقه فقیه هست. در این چارچوب رفسنجانی، روحانی و خاتمی اصلاح طلب ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. باید این قفل شکسته بشه و رفسنجانی یا روحانی کلید این قفل نبودند. کلید این قفل فشار اجتماعی است و اینها هم جرئت نمی کنند خودشون بر فشار اجتماعی تکیه بکنند و بخوان سیاستشون پیش ببرن. روحانی و
رفسنجانی و اصلاح طلب ها با رای مردم انتخاب میشن، منتها بلافاصله رهاشون میکنند. وعده هایی به مردم میدن، مثلا آقای رفسنج روحانی در سال یک سال آینده بعد از انتخابش حتی 90 روز بعد حصر رو برمیداره. این کسایی در حصر هستن و زندان سیاسی آزاد مثلا میشن و مثالی از این قبیل. او نشون میده که در عمل شناخت دقیقی از این ساختار نداره. درست است که با رای مردم انتخاب شده، علارغم تمام مهندسی انتخابات و تصفیه ها و غیر و ذالک اون انتخاب میشه و مردم به او امید میبندند، ولی او این نکته رو مثل خود رفسنجانی، مثل اصلاح طلبا در نظر نمیگیره که این زمانی امکان پذیر است که شما سیاست رو پیش ببری که به همین مردم که رای دادن متکی بشی، پشت به اینها نکنی و اگر دیدی که جمهوری اسلامی تن نمیده به اتکای همین مردم فشار اجتماعی وارد بیارید، اجتماعات درست بکنید، احزاب بذارید درست بشه. جلوی احزاب رو میگیرن، جلوی گروه ها رو میگیرن، جلوی فعالیت زنان رو میگیرن، جلوی فعالیت نویسندگان رو میگیرن. با این نمیشه این سیاست رو عملی کرد. خب مغایر با اهدافشون، آزادی اعصاب و غیره اینا. بله دقیقاً، به خاطر اون ساختار اینجوری انجام گرفته و اون ساختار اینجوری داره ادامه پیدا میکنه. نکته من سر این ساختار هست. بله. که شما تا این ساختار رو در ملاحظات سیاسی خودتون، در اینکه بخواید یه سیاست رو پیش ببری یا نبری، در نظر نگیرید که این ساختار این هست و این ساختار چگونه میشه تغییر داد، چگونه میشه شکست داد، تا اینا در نظر نگیرید شما با در سیاست شکست میخورید. حالا یک سوال جنبی هم این وسط پیش میاد، اونی که فرض کنیم که خامنه ای عمرش به پایان رسیده باشه، فکر میکنه در چنین حالتی چیزی تغییر میکنه؟ امکانش هست به دلیل اینکه رقابت الان برخلاف دوره خمینی که اتحاد اینا همه بود، رفسنجانی عامل اصلی رهبر کردن خامنه ای بود، اونا هم خورده. الان خامنه‌ای، رفسنجانی و کسانی مثل رفسنجانی در صدر این هستن که آدمی مثل خامنه‌ای دیگه به رهبری نرسه و یا رهبری شورایی درست بشه. البته اونورم تلاش شوراها نخواهد کرد، اونورم این کار خواهد کرد با توجه به اینکه رهبر آینده رو باید مجلس خبرگان انتخاب خواهد کرد و مجلس خبرگان باز در دست اونهاست. دقیقاً. و میتونن آدمی رو انتخاب بکنن که شبیه خود خامنه‌ای باشه. من باز برمیگردم به همون ساختاری که اشاره کردم. خیلی از افراد سیاسی در تحلیلاشون ساختار رو نمیبینن. یعنی توی مسائل اجتماعی شما میبینید که سیستم‌های سیاسی در درون یک ساختاری به هم قفل پیدا میکنه، چفت و بست پیدا درسته. میکنه و نهادها و فرهنگ اون جامعه و دیسکورس ها و گفتمان ها این چارچوب داره کار میکنه و اگه این چارچوب به هم بخوره دیگه اون نظام وجود نداره. در زمان انقلاب اینها دونستن اون چارچوب اون ساختار زمان شاهنشاهی رو خرد بکنن، از اون ببرن و ساختار دیگه جاش بذارن، البته با هزینه بسیار زیادی. اینا 8 سال جنگ رو مردم تحمل کردن که اون ساختار درست بکنن. البته اینم فراموش نشه که در دوره شاه به دلیل نبود احزاب سیاسی، به دلیل نبود جامعه مدنی، به دلیل نبود آزادی، تنها نهادی که تونست از یک امکانات شبکه‌ای و سازماندهی برخوردار بود روحانیت بود. همینطور. که سیاسی نبود ولی شبکه است و نتونستن در زمانی که مبارزات مردم اوج گرفت اونو سیاسیش بکنن و شد یک حزبی که دیگه هیچ کس حریف اون اصلا نبود. در زمانی که هیچ حزبی نمیتونست رشد پیدا بکنه، هیچ جریان مدنی، تا بیان جریان مدنی رشد بکنه، قوام پیدا کنه، سازماندهی پیدا کنه، بودن آردی اونا در صحنه هستن. اونها از امکانات یک سابقه یک صد حداقل یک صد ساله برخوردار بودند و میتونستن با وعده هایی که به قدرت و ثروت و امکاناتی وجود داشت ببینن و بدن شیفت بکنند از موقعیت صرفا سنتی مذهبی رابطه عبادی به یک رابطه سیاسی ده. و این رابطه سیاسی در زمان شاه خب این چیزایی است که اون موقع کمتر دیده شده. برای نیروهای سیاسی میبایست در دوره جنبشی خیلی کوتاه یک سال نیمه ساخته بشه محال بود که شما در یک سال یک سال نیم میتونید تشکیلات درست بکنید که حریف رقبای خود بشید. چیزی که مثلا شما در لهستان میبینید 13 سال طول کشید که همبستگی، جنبش همبستگی قوام پیدا بکنه، یک جامعه مدنی بسیار گسترده ای درست بشه که بعدا تبدیل حزب بشه و چرچ با اینا، کلیسا با اینا همکاری میکرد که بتونه این حریف نیروهای نظامی حزب کمونیست بشه. در ایران انقلاب خیلی با سرعت انجام گرفت، رژیم شاه به سرعت فرو ریخت
نیروهای سیاسی سکولار اصلا نفهمیدندن چی کار میکنن. به نظر من خطای بزرگی مرتکب شدن از یک رژیمی که در حال دیکتاتوری بود ولی در روند رشد و توسعه حرکت داشت میکرد. همینطوره. بله، روی برگردوندن، به جریانی روی آوردن که مرتجع بود، عقب گرا بود، اصلا تحول خواه نبود، اصلا علمی نمی اندیشید. اینا رو هیچ کنه در نظر نگرفتن نیروی سیاسی، همه تمام توانشونو جمع کردن و گذاشتن پشت این نیروی روحانیت و خمینی. به چه دلیل دیدش رو نداشتن آقای علمداری؟ خب یه دلائل جامعه روشنفکر حتی آکادمیک این دید رو نداشت که میتونه همچین فاجعه‌ای رخ بده. خب به دلیل به نظر میاد که یک دیدگاه و نگرش و ایدئولوژی که در دوره جنگ سرد رشد پیدا کرده بود در نیروهای در جریانات سیاسی ایران هم این رشد ادامه پیدا کرد. بین و حزب توده هم پرچمدار اصلی این بود، سوویت یونین شوروی سابق هم در جهان پرچمداری ماجرا بود، پشت این ماجرا بود. این است که دشمن تمام کشورها امپریالیسم آمریکاست، سرمایه‌داری است. اینها حتی برای اینکه این رو توجیه بکنند، حرف مارکس رو که گفته بود که برای ساخت سوسیالیسم ما باید از سرمایه‌داری عبور بکنیم، سرمایه‌داری است که میتونه تکنولوژی رو رشد بده، سرمایه رشد بده، امکانات به وجود بیاره، جامعه رو توسعه بده، برای اینکه از اینم رد بشن و یک کشوری مثل اتیوپی رو سوسیالیستی بکنن، یک کشوری مثل عقب مانده مثل ویتنام رو سوسیالیستی بکنن، بعدن یه تز جدید درست کردن تحت عنوان گذار غیر سرمایه‌داری به سوسیالیسم. یعنی تجدید در مورد سرمایه‌داری تایید بکنیم. در حالی که هم مارکس این رو خیلی روش تکیه کرده بود و هم لنین بعد از اینکه انقلاب انجام گرفته بود، سال 34 سال بعد از انقلاب 1922 یه برنامه گذاشته بود به نام نپ، به برنامه اقتصادی جدید که میگفت که ما باید بتونیم از سرمایه‌دارها استفاده بکنیم برای اینکه امکانات تکنولوژیک خودمون رشد بدیم، بدون اون نمیشه. بوده خب اونم به دلیل اینکه دوام برافی در اون حزب بوده، استالین غلبه شد، غلبه پیدا کرد، تمام شد. ولی در مورد ایران من برگردم خدمتتون بگم، در زمان انقلاب شما نگاه میکنید میگن آزادی استقلال، ما کشور مستقلی بودیم، درست، ما که مستعمره نبودیم. کی این شعار رو آورد انداخت دهن مردم ما مستقل بشیم؟ معنی هم استقلال چی بود؟ که هم خودکفا بشیم، ما میخوام با غرب رابطه نداشته باشیم. خب این دیده به نظر من از یک نادانی و کمدانشی و سیاست زدگی و ایدئولوژی ناشی میشه که تصور میکنه که جهان، که جهانی که مثلا 100 سال قبل اتومبیل رو ساخته و امروز آماده است، شما میتونید از این تکنولوژی استفاده بکنی بری اصلا مسیر رو از نو شروع بکنی که خودکفا باشی، یا کامپیوتر همینطور، یا برق همینطور، هر کی هواپیما همینطور. شما میبینید به این جمع وضعیت میرسیم که امروز جهان به یک پیشرفت های عظیمی دست پیدا کرده که من یه روز دستی نگاه میکردم در واقع ما میخوام به قول معروف سود کشید از این امکاناتی که در 10 سال آینده ممکن رخ بده. و مقایسه میکنم با وضعیت ایران که از تکنولوژی 100 سال قبل هنوز نتونسته برخوردار باشه. مثلا اتومبیل رو هنوز ایران نمیتونه به طور کامل بسازی. درسته. این اتومبیل تکنولوژی 100 سال قبل غربه. درسته. و یک کشوری مثل کره جنوبی با ارتباط برقرار کردن، یا ژاپن یا برزیل با یا مکزیک با ارتباط برقرار کردن با غرب، تونست از این تکنولوژی و این پیشرفت‌ها استفاده بکنه، خودش ماشین بسازه، خودش کشتی بسازه، خودش هواپیما بسازه، و ایران هیچ اینا رو اصلا در نظر نگرفت. وابسته شده بود به طور ایدئولوژیک نیروی سیاسیش به شوروی و جنگ سرد و نیروهای کمونیستش، نیروهای ملیش و نیروهای مثلا سنتگرای ایرانگرا یا برگشت به خیشتن خیش، همینا دست به دست هم دادن که با غرب مقابله بکنن. چون نگاه بکنید مثلا آدمی مثل آل احمد که بسیار خیلی محبوب روشنفکرها بود و دانشجوها بود و اونا خیلی این رو به عنوان یک مدل نگاه میکردن، او شدیداً ضد غرب بود، او شدیداً او غرب رو برابر با فساد میدید، او غرب رو برابر با ویروس اصلا میدید، یه چیز عجیب و غریبی تو ذهنیت بود. بله، این منتقل شد به ایران، این منتقل شد به روشنفکرها. بنابراین روشنفکرها در زمان انقلاب با این ایدئولوژی، با این دید که میخوان با سرمایه‌داری مقابله بکنن، و سرمایه‌داری ایران یعنی امپریالیسم، یعنی کمپرادور، یعنی خودفروخته، که باید نگاه کرد که اصلا اینطور نبود. کسایی که اومدن پیکان رو ساختن تو ایران یا کارخونه روغن نباتی رو ساختن، درسته، یا کارخونه تلویزیون سازی ساختن، اینا
اقداماتی بود، گامهایی بود که سرمایه‌داری نوپا ایران برداشته بود و متاسفانه نیروی چپ و ملی و اون جریان به اصطلاح اسلام ایرانگرای سنتی برگشت به خویشتن خویش و خود اون همه چی رو داریم، احتیاج به غرب نداریم. این دیدگاه و این نگرش مانع از این شد که این سرمایه‌داری نوپا رشد پیدا کنه. به محض اینکه به قدرت رسیدن اولین کار کردن سرمایه‌دارا رو مصادره کردن، یه دیگه هم محاکمه کردن، در کشتن یا در فراری دادن. این پدیده‌ای اتفاق افتاده بود که تازه بعد از 3-4 سال که از این ماجرا گذشت، اون نیروی چپی که عامل اصلی این پدیده بود هنوز نشناخته بود، تا اینکه تیغ گلو خودش رو برید حزب توده و جریان اکثریت تا زمانی که اینا رو دستگیر نکرده بودن. چون نگاه بکنید که حزب توده رو میگیرن و 100 نفر از اینا رو اعدام میکنن، تازه متوجه میشن و تازه همشون متوجه نمیشن که راه اشتباه رفتند و به کسی تکی کرده بودن که اینا مرتجع هستن، اینا عقبگرا هستن، اینا نمیتونن ایران رو رشد بدن، اینا نمیتونن منافع ایران رو نمایندگی کنن. بعد خیلی دیر فهمیدن، زمانی فهمیدن که راه برگشتی وجود نداشت براشون. درست. و همشون هم میدونید یا دستگیر شدن، مهاجرت کردند و مسئله از این قبیل اتفاق افتاد. من این داستان البته خیلی مفصل تر از این است من خدمتتون گفتم، ولی یه شمعی بگم، من مطلبی است که زیر عنوان آیا ایران بار دیگر عقب میماند، در یک سری مقالات نوشتم که الان روش دارم کار میکنم به صورت کتاب در بیاد و به زودی هم یک کتاب دیگه هم قبل از این نوشتم تحت عنوان جامعه مدنی، اونم به زودی منتشر خواهد شد. تو این کتاب آیا ایران بار دیگر عقب خواهد ماند مفصل این داستان رو من توضیح دادم، از جمله اشتباهاتی که افرادی مثل خود من مرتکب شدن. صحیح. این مقالات الان کجا داره منتشر میشه؟ این مقالات مجموعهش الان در سایت ایران امروز هست. ایران امروز. 14 شماره از این مقاله در یه سری و 4 تاش در یه سری دیگر. یه در 14 تا شماره تحت عنوان اینکه آیا ایران عقب میماند، بار دیگر عقب میماند، منتشر شده. 4 شماره دیگر راجب معنی استقلال و آزادی چیست. اینا در مجموعی هست که در یک کتاب در خواهد آمد با تجدید نظر و تغییر تحولات که دارم انجام میدم و اون کتاب جامعه مدنی هم تمام شده، دست ناشر هست که باید منتشر بکنه. بنابراین این نکاتی که خدمتتون عرض کردم بخشی از صحبت‌هایی است که به عنوان یه تجربه که خود منم توی این پروسه سهیم بودم، نقش بسیار جزئی داشت، چون در حال به عنوان روشنفکر از همین روند پیروی کردم و با هم ایدئولوژی متصل شده بودم. بله. و همین اشتباه رو مرتکب شدم. خب این زمان کشید، ولی توقع این است که اون کسایی که در زمان انقلاب به قول رو 4 تا پیرهن از ما بیشتر پاره کرده بودن یا خوش کرده بودن، انتظار می‌رفت اونها بتونن پیش خرابول باشن، برای کسایی که تجربه 28 مرداد داشتن، کسانی که حتی از درون جنبش‌های مدنی و سیاسی دهه 1320 ایران بیرون اومده بودن، جبهه ملی مثلا توقع بود. اینا هیچ کدوم از این تجارب رو چون نمی‌بینید که اینا مثلا چون نگاه می‌کنید تمام سران جمهوری اسلامی در بست رفتن، در خدمت خمینی قرار گرفتن و توجه نکردن که مثلا بختیار داره چی میگه و حرف. خب بختیار بعدن متوجه شدن که او راست میگفت، او درست، او شناختش از روحانیت بیشتر از سنجابی و دیگران بود. منتها رقابت درون خود اینها که اگر قرار است که کسی نخست وزیر بشه سنجابی است مثلا، نه بختیار، نذاش که اینا یک اتحاد داشته باشن، درست فکر بکنن و بتونن مردم رو هم روی درست فکر کردن خودشون به راه درستی هدایت بکنن، راهنمایی بکنن. حزب توده هم که خب وابستگی به شوروی داشت و سیاست اونها رو دنبال میکرد و اونها دنبال این هم بودن که اگر شاه به آمریکا نزدیک است، به غرب نزدیک است، جمهوری اسلامی اگر بیاد به ما نزدیک باشه، این یه فاکتور. دوم اینکه تو هرج و مرج انقلاب، تجربه انقلاب 1917 نشون داد که بلشویک ها تونستن قدرت از منشویک ها بگیرن، دو تا انقلاب اتفاق افتاد، ما ممکنه بتونیم قدرت از دست جمهوری اسلامی بگیریم، از دست آخوندا اینا که ارزه ندارن، ما قدرت از دست اینا میگیریم. با این به اصطلاح نگرش غلط که اصلا ربطی به پدیده به همدیگه نداره وارد صحنه شدند و خودشون هم قربانی همین نگرش غلط کردند. بله، اکثر این پروژه ها در کشورهای جهان سوم و همجوار ما مثل که همینطور به بیراهه کشیده شده، درسته؟ در دوره‌های مختلف متوجه شما، شما نگاه بکنید در آمریکای لاتین یه دوره جنگ چریکی آغاز شد و مدل جنگ چریکی ایران هم آمریکای لاتین بود، آمریکای لاتین و البته الجزایر. بله. و اون از اونها توپاماروها که جریان برجسته جنگ چریکی در اوروگوئه بودن، بعد از اونجا به مثلا خود کوبا و چگوارا مثلا سمبول و نماد جنگ چریکی. دقیقا. یه قصدش بر این بود که از یک کشور به کشور دیگر گسترش پیدا کنه. اونها در دهه 80 تحول پیدا کردن.
و این تحولات به دلیل این بود که یک جریان فکری اکادمیک و سیاسی در برزیل آغاز شد، در برزیل و آرژانتین آغاز شد و معتقد به این شد که این نظام سرمایه‌داری جهانی برای منافع خودش ما رو هم رشد خواهد داد. ما این شناخت رو پیدا نکردیم. اونا فکر میکنن که سرمایه‌داری میاد هر چی تو ایران هست میکنه میبره برای مثلا آمریکا یا اروپا. اونا به این نجرستالتت بخشی از جریان فکری که البته کاردوزو که بعدن شد رئیس جمهور برزیل یا دروگوری که از سیاستمداران و یکی از جامعه شناس از استاد دانشگاه بود و او متفکر این ماجرا بود که این وابستگی که شما در اسم میبرید وابستگی مفیدی هست که ما بدون این وابستگی به غرب نمیتونیم اون تکنولوژی منتقل بکنیم برای اون کشورمون، از امکاناتمون استفاده بکنیم. اونا به این نتیجه رسیدن که نه، برخلاف تصور کسانی که میگن سرمایه‌داری میاد غارت میکنه، اونا برای اینکه به اصطلاح غارت بکنن باید تکنولوژی بیارن اینجا، باید سرمایه بیارن اینجا، باید ما رو یاد بدن، باید ما علم یاد بدن، باید کارگران ما رو تربیت بکنن. همین دوره ما خود کم کم میشون مستقل. به اینجا رسید که برزیل امروز چهارمین سازنده یا سومین سازنده هواپیما در جهان هست. هواپیما کامرشال تجارتی در جهان هست. یا مثلا کره جنوبی یکی از بزرگترین سازندگان کشتی در جهان هست. و جالب است که اشاره بکنم که کشوری مثل کره جنوبی اولین اتومبیلش رو 10 سال بعد از ما مونتاژ کرده. به امروز سازنده بسیاری از تکنولوژی است که بازار بسیار گسترده در جهان پیدا کرده. یا یک کشوری مثلا مثل سنگاپور که اون وابسته بود، اون مستقل نبود، اون مستعمر بود تا سال 1963. سنگاپوری کشور کوچکی است که از جزایر متعدد تشکیل شده، 5 میلیون جمعیت داره. امروز صادرات صنعتی و تجاری و فایننس مالی سنگاپور 10 برابر صادرات غیر نفتی ایران است. نفت هم ندارن، کره جنوبی هم نفت نداره. ببین نگاه بکنید که اونا از اون وابستگی بیرون اومدن، تبدیل چه پدیده شدیم ما که اصلا وابسته نبودیم. زور تلاش کردیم که با شعار استقلال و یه به اصطلاح تئوری سازی های غلطی که ما میخوام مستقل بشیم، به معنی مستقلم از دید یه فکر میکردن که ما واسطه غرب هستیم، از دید هم فکر میکردن ما میخوام به خود کفایی برسیم. مثلا فکر میکردن در قرن 20 و 21 خود کفایی یعنی است که شما هر چیزی که دلت میخواد، هر چیزی که نیاز داری هم داخل ایران تولید بکنی. این ارتباط گلوبالیزیشن رو، جهانی شدن رو اصلا نمیدید که در یک پروژه ممکنه یک تکنولوژی محصولی در 10 تا کشور به طور مشترک جزئیاتش با هم دیگه تولید بشه. و شما نگاه بکنید کشوری مثل ماشین سازی جی ام در آمریکا یا فورد تولیداتش در کشورهای مختلف انجام میگیره و تلاش میکنن که از این امکانات در جاهای مختلف لاستیک رو ایجاد میاره که هم محصولات اولیه‌اش، مواد اولیه‌اش وجود داره، هم نیروی کار ارزان وجود داره، هم میتونه از اون تکنولوژی در اونجا یه امکانات جدیدی به وجود بیاره. اینا رو ما نمیدونستیم و خب به دلیل همون ایدئولوژی زده بودنمون سبب میشد که دنبالش هم نباشیم فکر بکنیم. خب یه مقدارم رژیم گذشته مسئولیت داشت در این موقع، به هر حال اونم خطا کرد. بله من نمیگم مسئولیت، اون دیکتاتوری بدترین. دقیقاً. انقلاب ایران میواست انقلاب ضد دیکتاتوری باشه. بله. اگر انقلاب ضد دیکتاتوری بود و نظام نمیپاشید و شما میپذیرفت که مجلس دولت رو انتخاب بکنه و برگردیم به قانون اساسی 1905-1906 خب مشکلات انقلاب وجود نمیاد. ولی شاه تن نداد بین و حتی اطرافیان شاه خب توی مصاحبه هایی که شما کردید یا خاطرات که خودشون نوشتند نشون دادن که شاه آدم دیکتاتوری بود و حاضر نبود حرف به گوشه به کسی گوش بده. و این خب مشکل اساسی بود که در وجود داشته. ولی خب این یه بخشه، ما نمیتونیم فقط این رو نگاه بکنیم. بخش دیگه هم نگاه میکنیم، میبینیم در شرایطی که در حال اقتصاد ایران رو به تحول هست، ما داریم صنعتی میشیم، از هیچ پوچ صدها داره ساخته میشه، کارخونه ها داره ساخته میشه، کار اینقدر زیاد هست که بیکاری وجود نداره، از خارج کارگر وارد میکنیم، راننده وارد میکنیم، پزشک وارد میکنیم، خدمتکار وارد میکنیم. اصلا نمیدیم پدیده رو که داره اتفاق میفته تو ایران. پول نفت هم اونجور داره میاد، به جای اینکه اینها رو نگاه بکنیم وقتی جنگ چریکی رو شروع کردیم. متاسفانه بله متاسفانه. حالا یک سوال فقط این وسط مطرح میشه، اگر این انقلاب رخ نمیداد اون رشد اقتصادی که ما داشتیم در مقایسه با کره جنوبی اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ما هم قادر بودیم مثل کره جنوبی طی 10 سال یا طی 35 سال به این مرحله برسیم؟
یا ما اون امکانات رو در خودمون نداشتیم. همین اینم در واقع خیلی نسبی بود بهش جواب داد، اینکه خب چیز مطلقی وجود نداره، گذشته است. بله. اون گذشته برام نمیتونه حرف بزنه. ولی من فکر میکنم که شما نگاه کنید درآمد سرانه ایران و کره جنوبی رو در زمان انقلاب برابرن با هم دیگه. درست. اگه اختلاف داشته باشن فقط 10 دلار 20 دلار نه 50 دلار اختلاف دارن. بله. هر دو توی مثلا سطح 2000 هستن. یعنی 36 سال پیش برابر بود. برابر بودن. بله. امروز کره جنوبی 3 برابر ایران، درآمد سرانه 3 برابر ایران هست. و اون فقط درآمد سرانه است. پیشرفت صنعت در کره جنوبی چشم بسیار چشمگیر هست. کره‌ها تونستن که بخشی از بازار غرب رو اشغال کنن. من نکته بهتون اشاره بکنم، یه روزی انگلستان به عنوان امپراتوری بریتانیا بخش بزرگی تا 80% جهان رو زیر سلطه خودش داشته و شعاری داشتن که میگفتن خورشید هیچ وقت در سرزمین بریتانیا غروب نخواهد کرد، چون از شرق و غرب سرزمین های در اختیار اینها بود. برزیل وقتی شروع کرد به رشد کردن، خود برزیلیا نوشتن و جالب هست که بدونیم ما این رو که یه روز ما برای آرد کردن گندم میبایست متوسل به تکنولوژی انگلیسی ها بشیم، از اونها بخوایم یه پول بهشون بدیم برای ما آرد بکنن. امروز بازاری که ما در اختیار داریم چندین برابر بازار انگلستان هست، به انگلستان به پای ما نمیرسه. به این تحول جهان رو متاسفانه نیروهای ملی و چپ نمیدیدن که داره اتفاق میفته، هنوزم بخشی نمیبینن، هنوزم تون به صدات تفکر سابق دنیا رو بین شرق و غرب تقسیم میکنن، عقب مانده تقسیم میکنن و فکر میکنن که آمریکا در همه جا تعیین کننده است. اصلا نمیبینن که در جهان قدرت های مختلفی در نواحی مختلف رشد پیدا کرده که آمریکا دیگه حریف اونها نیست. یه روزی آمریکا صادر کننده سرمایه بوده، پول میداده، سرمایه گذاری میکرده در کشورهای دیگر که از اون بتونه بهره برداری بکنه. امروز باید از کشورهای جهان سوم گذشته پول قرض بکنه، از ژاپن باید پول قرض بکنه، از چین باید پول قرض بکنه، از برزیل باید پول قرض بکنه که مخارج روزمره‌اش تامین بکنه. این تحولی که اتفاق افتاده رو خب اون موقع ما نمی‌دیدیم، نمی‌دیدیم دارین مسیر داره پیش میره. مثلا در کره، در برزیل به جای اینکه به همین افراد مثل کاردوزو و شبیه این مراجعه بکنن ببینن اونا چه تفکر و چه نگرشی چه تئوری‌هایی دارند، به مخالفین اونها نگاه می‌کردیم، به کسانی معتقد بودیم یا نگاه میکردیم و الگو قرار میدادیم که سوویت یونین رو، شوروی سابق رو الگوی خودشون قرار میدادن، نه آمریکا رو، نه غرب رو، نه اروپا رو، نه پیشرفت های مثلا آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم رو. همینا در واقع ما باش فاصله داشتیم. با سپاس فراوان از شما دکتر. که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی صبحونت شده سیگار و چایی. ای عرش کبریایی چیه پس تو سره، ای عرش کبریایی چیه پس تو سره، کی با ما را میایی جون مادره، کی با ما را میایی جون مادره. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.